تهیه بکاپ از فایل ها به صورت دستی در این بخش از آموزش ویندوز و ته میخوام ببینیم که به چه روش دیگه میتونیم از فایل های خودمون بکاپ داشته باشیم و در صورت نیاز از اونها استفاده کنیم ما ممکنه که برخی از بکاپ هایی رو که از فایل های خودمون رو داریم در سیستممون ذخیره کرده باشیم و همونطور که در قسمت های قبل گفته شد و نحوه بکاپ گیری اونها هم توضیح داده شد دیدیم که به چه نفس سیستم ما از فایل ما بکاپ در اختیار داره اما تصور کنید که سیستم ما دچار مشکلی بشه و برای مثال در آتش از بین بره سیستم ما و قابل بازیابی نباشه اطلاعات بنابراین روشی که وجود داره اینه که ما به صورت دستی هر از گاهی از فایل خودمون بکاپ تهیه کنیم و اون رو در یک بخش دیگه که قابل اطمینان هست ذخیره بکنیم برای این کار برای مثال من میخوام فایل رو که در درایو سی من وجود داره و در پوشه یوزرز وجود داره میخوام اطلاعات موجود در اون رو بکاپی ازش داشته باشم که شما میتونید در مورد هر پوشه و فایل دیگه که در اختیار داریم بکاپی رو داشته باشیم برای این کار من وارد لوکال دیسک سی میشم وارد یوزرز میشم و وارد اکانت مربوط به خودم میشم که همونطور که در اینجا میبینیم یک سری پوشه هایی در اینجا وجود داره و من میتونم تمامی مواردی که در اینجا وجود داره رو اطلاعاتش رو داشته باشم در صورت اینکه برای مثال تمام داکیومنت ها رو در قسمت داکیومنت ذخیره کرده باشم تمام ویدیو ها عکس ها و موسیقی ها رو در این قسمت قرار داده باشم قبل از اینکه ما بخوایم بکاپ رو از اینها تهیه کنیم لازمه که حافظه خارجی بر مثال یک فلش و یک هاردی رو به سیستم خودمون متصل کنیم و از فایل هایی که در این قسمت وجود داره کپی رو تهیه کنیم یک روش اینه که من تمامی این موارد رو انتخاب کنم و یک کپی از اونها داشته باشم و داخل هارد اکسترنال که در اختیار دارم اونها رو قرار بدم و به این ترتیب از این موارد یک بکاپی رو داشته باشم اما یک روش استاندارد به این صورت هستش که برای مثلا من وارد هارد مربوط به خودم میشم و یک پوشه جدیدی رو ایجاد میکنم با نام سپتامبر 2018 و در این قسمت فایل هایی رو که در قسمت یوزرز بود رو میتونم در اینجا پیس کنم و برای مثال مدتی بعد یک فولدر دیگه ایجاد کنم و در اینجا برای مثال جوان 2019 رو قرار بدم و فایل ها رو در اینجا داشته باشم و نگهداری کنم و هر کدوم رو که مد نظرم هست از آخرین مواردی که در اختیار دارم اونها رو داشته باشم و در صورتی که سیستمم به مشکل برخورده باشه و نیاز داشته باشم که تمامی فایل ها رو در اختیار داشته باشم به این ترتیب در بازه های زمانی مختلف من از تمامی فایل ها یک بکاپی دارم و میتونم از اونها استفاده بکنم روش های زیادی برای بکاپی گیری از فایل ها وجود داره که در قسمت ها قبل در مورد اون توضیح داده شد که روش بکاپ گیری از سیستم به چه هستش و یک روش دستی هم که در اینجا عنوان شد به این صورت هستش که میتونیم از اون جهت در داشتن فایل ها استفاده بکنیم